کامپیوترتون کند شده، 4-5 تا ارور DLL میگیرید رو صفحتون، برنامهاتون درست کار نمیکنن و با خودتون میگید که الان دیگه وقتشه ویندوز عوض کنم. 3 ماه گذشته که این ویندوز رو دارم. من ویندوزی که سر کارم دارم و سال 92 نصب کردم و هنوز داره کار میکنه. رو کامپیوترم زیر 4-5 سال ویندوز نگه نمیدارم با اینکه این همه کار میکنم. چرا؟ به خاطر اینکه هر وقت حس میکنم کامپیوتر مشکل پیدا میکنه، کن میشه یا هر چیزی، روشهای دیگری وجود داره که بیام کامپیوتر رو درست بکنم و نیازی به تعویض ویندوز نباشه. به عنوان یک فرد حرفه‌ای، آخرین گزینه ممکن برای شما باید تعویض ویندوز باشه و باید روشهای درست کردن ویندوز رو بلد باشید. چرا آخرین گزینه؟ امروز قراره بهتون بگم با چه روشهایی میتونیم درست کنیم. امروز قراره 3 تا روش رو بهتون یاد بدم، پس با من همراه باشید. سلام، من اردشیر کابینی هستم، اینجا کانال 4 کامپیوتره و همونجور که گفتم شما به عنوان یک فرد حرفه‌ای نباید تا تقریب توقی میخوره بری ویندوز عوض کنی. باید یاد بگیری ویندوز تو درست کنی. چرا؟ ویندوز نصب کردن فقط یه دونه ویندوز ریختن که نیست، کلی آپدیت بعدش باید بگیره، کلی برنامه دوباره باید بیای نصب بکنی، کلی فایل داشتی که باید ببری بذاری یه جایی برگردونی. یعنی اگه واقعا کسی هستی که با کامپیوترت مدام کار میکنی، یه ویندوز نصب کردن و نصب برنامه مجدد 1-2 روز زمان ریز ریز از تو میبره. هی یادت میاد فلان چیزو باید نصب کنم، فلان چیزو ندارم، فلان چیز اینجا نیست و قراره اینجوری ازت وقت بگیره. به جای اینکه مدام و دم به دقیقه بیاید ویندوز عوض کنید، یاد بگیرید ویندوزتون رو درست کنید. روش های زیادی برای درست کردن ویندوز وجود داره. هر کدوم از دستورات رو شاید بشه در موردش یه ویدیو جداگونه یا چند تا ویدیو جداگونه ساخت، ولی تو این ویدیو قراره 3 تا دستور رو بهتون یاد بدم، 3 تا کار رو بهتون یاد بدم که اگر حس کردید ویندوز تو از این مشکلای عجیب غریب داره، 4 تا DLL میزنه رو صفحه وجود نداره یا یه سری کار رو درست انجام نمیده، اینجور چیزا، بتونید با این 3 تا روش مشکل رو حل کنید. تو ادامه قراره هر کدوم از روش ها رو بهتون بگم و بگم که کجا کاربرد داره. پس خیلی مهمه که حواستون باشه دقیقاً کدوم رو برای چه کاری قراره استفاده بکنید. اگه دوست دارید این آموزش رو یاد بگیرید، بریم تو کامپیوتر شروع بکنیم این رو بهتون بگم و که چجوری باید انجامش بدید. اگه هنوز سابسکرایب کانال من نیستید، خوشحالم میکنید که سابسکرایب کنید، زنگوله بغلش هم روشن بکنید. بریم تو کامپیوتر. اولین راهی که وجود داره اینه که از ترابل شوتر خود ویندوز استفاده کنیم. کافیه ستینگ رو باز کنید. توی ویندوز 10 و 11 من دارم میگم، ویندوزهای پایین‌تر هم وجود داره ولی خیلی متفاوته. میاید توی قسمت سیستم ترابل شوت، اینجا ببینید یه قسمتی وجود داره به اسم ترابل شوت یا ایبیابی سیستم. یه سری کار رو میتونید تعیین کنید که خودش انجام بده، مثلا هر وقت که سیستم ران میشه خودش بره اینو اجرا کنه. اینا ما کاری به این نداریم. اینجا میتونید تاریخچه یا هیستوریتون رو ببینید. ما با این قسمت کار داریم، other trouble shoots رو میزنیم. نگاه کنید، مثلا بلوتوث شما مشکل داره، بلوتوث نصب نمیشه به هر دلیلی. خب بعد تصمیم گرفتید ویندوز عوض کنید، میگیم نه آقا صبر کن، بیا اول این trouble shoot رو ران کن، از اینجا بره چک بکنه ببینه بلوتوث میتونه مشکلش رو حل بکنه یا نه. الان میگه آقا من دیوایس بلوتوثی پیدا نکردم. میگم مثلا آقا نتونست پیدا کنی، حالا بیا این کار رو بکن. یه سری روش ها رو میذاره جلو پاتون که باهاش این کار رو انجام بدید و سعی کنه اون مشکل رو حل کنه. یا مثلا نمیتونم آدیو رکورد بکنم. خب الان من این دست بزنم امکان داره صدا قطع بشه. مثلا شیر فولدر نمیتونم بسازم. ران رو میزنیم، میره چک میکنه و میاد یه راهکاری میذاره جلو پات، میگه آقا برای مثال برو اینجور چیزی رو تایپ کن ببین کار میکنه یا نه. پس روش اول اینه که از اینجا سعی کنید مشکل رو حل بکنید، نه اینکه به خاطر کوچکترین اشکالی ویندوز بخوایم نصب بکنیم از اول. خیلی از مواقع اینجا کار خاصی واسه ما شاید نتونه انجام بده، ولی خوبه که بدونیم خیلی مواقع هم کارمون رو راه میندازه و باید از این قسمت اول چک کنیم. اگه نشد بریم سراغ روش‌های بعد و بعد بریم سراغ نصب ویندوز. پس این از روش اول. تو ویندوز 11 جا شدید، تو ویندوز 10 هم عین همینه. ببین من داخل ویندوز 10 هم بهتون نشون بدم. کافیه فقط ستینگ رو باز کنید، همینجا ترابل شوت رو سرچ کنید. اولین چیزی که میاره ترابل شوت ستینگ، داخل آپدیت اند سکیوریتی قسمتی به اسم ترابل شوت دقیقا مثل همونه. اینجا ادیشنال رو که بزنید این گزینه ها رو واسهتون میاره. تو ویندوز قبلی هم وجود داره ولی اینجوری یک پارچه اینجا نیست و جاهای دیگه ایه که حالا میتونید پیدا کنید و ببینید که چجوری این کار انجام میده. پس این از روش اول. روش دوم برای کی کاربرد داره. شما سیستمتون یه مشکلی پیدا کرده و معلوم نیست چیه قضیه، چرا این اتفاق افتاده نمیدونید. مثلا
یه اروری میده، یه فایل DLL رو نمیتونه بخونه، یا یه کاری که هیچ مشکلی سیستم نباید داشته باشه رو و اگر به درستی انجام نمیده، میریم از این روش دوم استفاده میکنیم. خب حالا چجوری باید اجراش کنید؟ کافیه فقط ران رو باز کنید، تایپ کنید cmd و اون رو تو حالت ادمین اجراش کنید. من کنترل شیفت و اینتر رو با هم میزنم، ران از ادمینستریتور میشه اصطلاحا، و دستوری که باید بزنم sfc فاصله /scan now، این رو بزنید، اینتر رو میزنم، میگه که میخوام برم پروسه رو شروع کنم، شاید حدود 4-5 دقیقه طول بکشه و این وریفیکیشن رو انجام میده. وقتی وریفیکیشن تموم شد دوباره سیستمتون رو چک کنید ببینید اون اشکالی که داشتید برطرف شده یا نه. اگه برطرف شده بود که خدا رو شکر، اگه برطرف نشده بود باید بریم سراغ روش سوم. یه نکته دیگه این که SFC رو اگه بخواید از داخل ران هم اجرا کنید امکان پذیره، فقط به شرط اینکه اینجا بزنید sfc.exe بعد فاصله /scan now رو بزنید. پس اگه خواستید از طریق ران اجرا کنید یه .exe باید تا SFC بزنید، این رو حواستون باشه. دستور سوم دستور فوق‌العاده خفن دیسمه که باید به این شکل اجراش بکنید که تو توضیحاتم واسه تون گذاشتم. دیسم /online، این به معنی اینه که میره آنلاین از سایت میخواد بگیره محتوا رو برداره بیاره. شما میتونید اون رو به صورت آفلاین هم چکش بکنید که باید WIM ویندوز رو داشته باشید و میگیم کلین اپ ایمیج کن و ریستور هلت کن، فایل درست رو بیار جایگزین کن. اگر دستور SFC رو اجرا کردید و مشکلتون رو حل نکرد میتونید از این دستور استفاده کنید. خود دستور دیسم واسه خودش داستان داره، یه عالمه میشه در موردش حرف زد. فعلا فقط همین یه کار رو ازش یاد بگیریم. اجراش میکنم، نها کنید، میره میخواد از این نسخه خاص از ویندوز که Deployment Image Service and Management Tool یا همون دیسم هستش شروع کنه محتوا رو درست کردن و فایلای ویندوزی که مشکل داره رو برطرفشون بکنه و بیاره اینجا بشونه. این هم میتونیم صبر بکنیم تا تموم بشه. خب همونجا که میبینید تموم شد. پس این سه تا راه واسه این که بتونیم مشکل ویندوزمون رو حل کنیم. خب حالا اگه این سه تا کار رو کردی و ویندوزت درست نشد و همچنان مشکل داشت، حالا اجازه داری به ویندوز عوض کردن فکر بکنی؟ باز میگم اجازه داری فکر کنی و هنوز نمیتونی. چرا؟ چون شاید واقعا یه چیزی باشه که من اینجا در موردش صحبت نکردم، با یه روش دیگری بشه درستش کرد. ولی خیلی وقتا درست کردن این حالت شاید از نصب ویندوز هم بیشتر واسه زمان ببره و وقت ببره. یه وقتی هست شما میگی من یه نرم افزار خاصی رو سیستمم نصب دارم که اگه ویندوز عوض کنم باید برم لایسنس اون رو بگیرم دوباره و هزار تا مشکل. اون وقت میگم اوکی ببر یه جایی بده واسه سعی کنن ویندوز تو درست کنن. یه وقتی از میگم آقا من چیز خاصی روی نرم فوقش هم الان یکی دو روز خورد برنامه‌مو نصب میکنم، اون وقت میگم اوکی ویندوز تو عوض کن و هیچ اشکالی هم نداره. ولی اگه خواستی ویندوز عوض کنی یادت باشه فایلاتو برداری، یادت باشه قبل از اینکه بری ویندوز عوض کنی لیست برنامه‌هاتو یه عکس بگیری، یه جا یادداشت بکنی که بدونی دوباره چی رو لازم داری، و ترجیحاً اگر میتونی درایو سی تو فرمت بکنی، اطلاعات تو برداری درایو سی تو فرمت کنی که همه چیز از اول بیاد بالا و مشکلی به وجود نیاد. در مورد نصب ویندوز کلی ویدیو قبلا ساختم، این ویدیو ترابل شوت تو پلی لیست تعمیرات ویندوز قرار میگیره، حتما پلی لیست رو توی توضیحات میذارم. بقیه ویدیوهای این سری رو هم میتونید اگه اون پلی لیست رو دنبال کنید ببینید، و امیدوارم که این ویدیو به دردتون خورده باشه. اگه از این ویدیو خوشتون اومد اون رو لایک کنید، نظرتون رو بهمون بگید. اگه دوست دارید از ما حمایت مالی انجام بدید که بسیارم ممنونتون میشیم، لینکش توی توضیحات هست. چه با پیپل چه داخل ایران هستید از سایت هامل باش میتونید حمایت کنید و خیلی هم ازتون ممنون میشیم. من اردشیر کاوینی هستم، اینجا کانال چهارراه کامپیوتره. فعلا خدا نگهدار.